به نام خداوند بخشنده مهربان، دانش آموزان عزیز، دوستان گرامی، سلام گرم مرا پذیرا باشید. دوستان، در ادامه بررسی مباحث فصل دوم فیزیک یک رشته‌های ریاضی و تجربی، در این جلسه موضوع فشار ناشی از جامدات را مورد بررسی قرار می‌دهیم. البته شما عزیزان در علوم پایه نهم دوره متوسطه اول با مفهوم فشار آشنا شدید. در این جلسه ضمن مرور این مفهوم رو بسط میدیم و سپس مسائلی رو راجع به آن حل میکنیم. بنابراین موضوع تدریس امروز ما فشار ناشی از جامدات. فشار ناشی از جامدات. دوستان اگر یادتون باشه در علوم پایه نهم فشار رو به این صورت تعریف کردیم. گفتیم فشار وارد بر یک سطح برابر است با نسبت بزرگی نیرویی که به صورت عمودی بر سطح وارد می شود به مساحتی از سطح که به آن نیرو وارد می شود. که فشار رو با نمای پی نشون داریم و بزرگی نیرویی که به صورت عمودی بر سطح وارد میشه با نماد F و مساحتی از سطح که به آن نیرو وارد میشه با نماد A. این همان رابطه‌ای بود که در علوم پایه نهم با اون آشنا شدیم. رابطه فشار پی مساوی با F بر A. اما اگر بخوایم در این رابطه واحدها یا یکه‌های کمیت‌های فیزیکی رو بنویسیم، خب واحد نیرو در دستگاه SI نیوتن بود. واحد مساحت در دستگاه SI متر مربع. واحد طرف راست ما میشه نیوتن بر متر مربع. در نتیجه واحد کمیت طرف چپ ما یعنی واحد فشار میشه نیوتن بر متر مربع. باید در یک رابطه فیزیکی یکه ها با هم دیگر سازگار باشن. خب اما واحد فشار میشه نیوتن بر متر مربع در دستگاه SI که به احترام آقای پاسکال نیوتن بر متر مربع و پاسکال میاییم. یعنی یک نیوتن بر متر مربع میشه یک پاسکال که پاسکال رو با PA کوچک نشون میدیم. خب دوستان ابتدا مسئله ای رو راجع به این رابطه حل می کنیم و بعداً مفهوم فشار یا تعریف فشار رو بیان می کنیم. مسئله ما میگه جرم شخصی 33.6 کیلوگرمه و مساحت کف هر کفش او 168 سانتی متر مربع. فشار شست را بر زمین حساب کنید. شتاب گرانشی زمین در محل رو 10 نیوتن بر کیلوگرم فرض کرده.
خب ابتدا خلاصه مسئله رو می‌نویسیم و بعدا مسئله رو حل می‌کنیم. خب مسئله ما میگه جرم شخصی 33 ممیز 6 کیلوگرم. خب واحد دستگاه SI یعنی کیلوگرم میشه واحد دستگاه SI جرم. خب و مساحت کف هر کفش رو، یعنی اگر A1 مساحت کف هر کفش باشه، این مساحت برابر با 168 سانتی متر مربع. میگه فشار شخص را بر زمین حساب کنید. میگه پی را به دست بیارید بر حسب نیوتن بر متر مربع یا پاسکال. به نیوتن بر متر مربع به احترام پاسکال میگیم پاسکال. خب میگه جی رو هم برابر 10 نیوتن بر کیلوگرم فرض کنید. خب دوستان در جلسات گذشته گفتیم معنی جی مساوی با 10 نیوتن بر کیلوگرم رو گفتیم. اگر جسمی روی سطح زمین قرار داشته باشه، به هر کیلوگرم اون 10 نیوتن نیرو از طرف مرکز زمین وارد میشه. خب اما در اینجا شخص دو تا کفش داره، یعنی مساحتی از زمین که به آن نیرو وارد میشه میشه 2A. خب این مساحت ما میشه 2A، دو برابر مساحت کف هر کفش میشه، میشه 2A ضرب در 168 سانتی متر مربع. 2 ضرب در 168 ببینیم چند میشه. خب 2 ضرب در 8 میشه 16، 1 بعد از 2 ضرب در 6 میشه 12، به اضافه 1 میشه 13، 2 ضرب در 1 به اضافه 1 میشه 3، میشه 336 سانتی متر مربع. اما باید اینو به متر مربع تبدیل کنیم. خب برای اینکه فشار ما پاسکال به دست بیاد، بر حسب پاسکال به دست بیاد، باید حتما مساحت ما بر حسب متر مربع باشه. خب 336 سانتی متر مربع. خب باید به متر مربع تبدیل بشه، چون یه تبدیل واحد داریم در اینجا، یه ضرب تبدیل هم نیاز داریم، اما این ضرب تبدیل ما باید به توان 2 برسه، چون سانتی متر مربع و به متر مربع تبدیل میشه، هر دو توان 2 دارن. بنابراین اگر بخوایم این تبدیل واحد رو به روش تبدیل زنجیره‌ای انجام بدیم، خب داریم 336 سانتی متر مربع ضرب در. خب در اینجا سانتی متر مربع در صورت قرار داره، باید سانتی متر در ضرب تبدیل ما در پایین قرار داشته باشه. خب 1 سانتی متر میشه 10 به توان منفی 2 متر، این رابطه سانتی متر و متر. خب اینم به توان 2 میرسه، میشه 336 سانتی متر مربع ضرب در. خب 10 به توان منفی 2 به توان 2 میشه 10 به توان منفی 4، متر به توان 2 میشه متر مربع. خب 1 به توان 2 که 1 میشه، سانتی متر به توان 2 میشه سانتی متر مربع. در اینجا سانتی متر مربع با سانتی متر مربع حذف میشه و در نتیجه داریم A برابر با 336 ضرب در 10 به توان منفی 4 متر مربع. خب از این به بعد برای اینکه سانتی متر مربع رو به متر مربع تبدیل کنیم، عدد داده شده رو ضرب در 10 به توان منفی 4 می‌کنیم. خب اگر این عدد یادمون رفته باشه، حتما به روش تبدیل زنجیره‌ای این کار رو انجام میدیم. خب حالا من در رابطه P مساوی با F بر A
تنیت هایی که معلومه جایگذاری میکنم. خب اما در اینجا جرم داره، نیرو به ما نداره، نیروی که شخص به زمین وارد میکنه. این نیرو زمانی که شخص ساکن باشه یا با سرعت ثابت در حال حرکت مثلا در یک آسانسور باشه، این نیرو برابر وزن میشه. خب بنابراین در اینجا نیروی ما برابر وزن شخصه، این میشه وزن تقسیم بر A میشه. خب رابطه بین وزن و جرم هم که در جلسات قبل گفتیم میشه MG تقسیم بر A. خب این رابطه را جایگذاری میکنیم، M باید حتما بر حسب کیلوگرم باشه، 333.6 کیلوگرمه، جی هم نیوتن و کیلوگرمه. خب این چه 336 ضرب در 10 به توان منفی 4. خب اینجا نیوتن به دست میاد بالا، اینم متر مربع. خب 336 میشه در بالا، 33.6 ضرب در 10 میشه 336 نیوتن تقسیم بر 336 ضرب در 10 به توان منفی 4 متر مربع. 336 با 336 ساله میشه، 10 به توان منفی 4 میرسوند میشه 10 به توان مثبت 4 نیوتن بر متر مربع یا 10000 پاسکال میشه. خب اگر به ما بگن فشار وارد بر سطح زمین از طرف شخصی 10000 پاسکال، این جمله یعنی چی؟ میتونیم به این صورت جواب بدیم. خب میگیم پی برابر با ده هزار پاسکال. خب میشه 10000 نیوتن بر متر مربع. خب اگر در اینجا عدد 1 رو قرار بدیم، خیلی ساده میتونیم اینو معنی کنیم. خب یعنی بله، 1 متر مربع از سطح زمین 10000 نیوتن نیرو به صورت عمودی وارد میشه. بنابراین میتونیم بنویسیم یعنی بر هر متر مربع از سطح زمین 10000 نیوتن 10000 نیوتن نیرو به صورت عمودی وارد میشه، به صورت عمودی وارد میشه. خب اما تعریف فشار، تعریف فشار هم خیلی ساده، میتونیم از روی همین جمله‌ای که معنی کردیم تعریف فشار رو بنویسیم. خب تعریف فشار، بر یک متر مربع 10000 نیوتن نیرو به صورت عمودی وارد میشه وقتی فشار شخص بر سطح زمین 10000 پاسکال باشه. یک متر مربع میشه واحد سطح، یعنی بزرگی نیرویی که به صورت عمودی بر واحد سطح وارد میشه فشار میگیم. خب بنابراین فشار تعریفش به این شکل میشه، بزرگی نیرویی که به صورت عمودی بر واحد سطح وارد می شود. و بر واحد سطح وارد می شود را فشار می آمد.
دوستان مسئله بعدی رو روی تخته نوشتم، ابتدا خلاصه مسئله رو می‌نویسم و بعداً مسئله رو حل می‌کنم. خب مسئله ما میگه جسم جامدی به شکل مکعب مستطیل به ابعاد 5 سانتی متر، 4 سانتی متر و 3 سانتی متر روی سطح زمین قرار داره. خب بنابراین خلاصه مسئله ما میشه یه مکعب مستطیل داریم به ابعاد 5 سانتی متر در 4 سانتی متر در 3 سانتی متر. خب اگر یه مکعب مستطیل رو رسم کنم بدین ترتیب میتونم یه مکعب مستطیل رو رسم کنم، یه متوازی رو از اون رسم میکنم و بعداً بدین صورت ادامه میدم. ابعاد این مکعب مستطیل ما 5 سانتی متر در 4 سانتی متر در 3 سانتی متر. خب این جسم جامد ما میتونه یک کتاب باشه، یک کتاب هم به شکل مکعب مستطیل. خب فرض میکنیم که کتاب نیز این ابعاد داره، یعنی این کتاب همین ابعاد مکعب مستطیل ما را داره. خب این زل میشه 5 سانتی متر، این زل میشه 4 سانتی متر و این زل هم میشه 3 سانتی متر. خب مثلا ما میگه اگر جرم جسم 25 کیلوگرم باشه، خب جرم جسم ما 25 کیلوگرمه. خب قسمت الف میگه در چه شرایطی جسم بیشترین فشار را بر سطح وارد میکنه، مقدار آن را به دست بیارید. خب میگه در چه شرایطی جسم ما بیشترین فشار را بر سطح زمین وارد میکنه. خب میگه این فشار بیشینه یا حد اکثری رو به دست بیایید. فشار بیشینه یا ماکسیموم چند پاسکال میشه؟ خب قسمت بی میگه در چه شرایطی جسم کمترین فشار را بر سطح وارد میکنه، مقدار اون رو به دست بیارید. خب میگه در چه شرایطی جسم ما کمترین فشار را بر سطح وارد میکنه. میگه این فشار حد اقلی یا کمینه یا مینیموم را به دست بیاری، چند پاسکال میشه؟ خب شتاب گرانشی زمین رو هم داره، گفته فرض کنید 10 نیوتن بر کیلوگرمه. خب شتاب گرانشی زمین هم میشه 10 نیوتن بر کیلوگرم. خب این خلاصه مسئله ما شد. خب ببینیم فشار از چه رابطه‌ای به دست میاد. فشاری که یک مکعب مستطیل یا یک جسم جامد بر سطح زمین وارد میکنه برابر با بزرگی نیرویی که این مکعب مستطیل به صورت عمودی بر سطح زمین وارد میکنه تقسیم بر مساحتی از زمین که این نیرو بهش وارد میشه. خب ببینید که وقتی مکعب مستطیل روی سطح زمین قرار داره، نیرویی که این مکعب مستطیل بر سطح زمین وارد میکنه برابر وزن مکعب مستطیله. یعنی نیرویی که به صورت عمودی بر سطح زمین وارد میشه میشه وزن مکعب مستطیل، خب تقسیم بر این، و در نتیجه وزن هم که از رابطه این رابطه به دست میاد، وزن برابر با mg، یعنی رابطه بین وزن و جرم جسم میشه جرم جسم ضرب در شتاب گرانشی زمین تقسیم بر این میشه. بنابراین فشاری که مکعب مستطیل بر سطح زمین وارد میکنه یا این جسم جامد ما از این رابطه به دست میاد، پی برابر با ام جی بر ای. خب ما
میتونیم مکعب مستطیل رو به سه طریق روی سطح زمین قرار بدیم یا به سه صورت. خب در یک مکعب مستطیل وجوه یا وجه هایی که روبروی هم هستند مساحتشون با هم برابره، یعنی در اینجا این وجه با این وجه مساحتش برابره، این وجه با این وجه و این وجه هم با این وجه. بنابراین به سه صورت میتونیم مکعب مستطیل رو روی سطح زمین قرار بدیم. این طریقه اول یا شیوه اول، این طریقه دوم و اینم روش سوم. خب اما در هر سه روش یا در هر سه صورت نیرویی که این مکعب مستطیل بر سطح زمین وارد میکنه برابر وزن مکعب مستطیله و وزن مکعب مستطیل هم برابر mg. بنابراین در هر سه حالت سرعت کسر ما ثابته، یعنی جرم و شتاب گرانشی زمین ثابته، بنابراین سرعت کسر ثابته. اما اگر مکعب مستطیل رو از وجهی که کمترین مساحت رو داره، یعنی به این صورت روی سطح زمین قرار بدیم، بنابراین این کسر ما چون مساحت کمترین مقدار میشه، کسر ما بیشترین مقدار به دست میاد، یعنی فشاری که این مکعب مستطیل بر سطح زمین وارد میکنه ماکزیموم میشه. و اگر مکعب مستطیل رو از وجهی که بیشترین مساحت رو داره روی سطح زمین قرار بدیم، چون صورت کسر ثابته بنابراین مساحت هم بیشترین مقدار میشه، یعنی بیشی نمیشه، فشار ما کمی نمیشه. بنابراین قسمت الف که گفته در چه شرایطی بیشترین فشار بر سطح زمین وارد میشه، خب در صورتی که مکعب مستطیل از وجهی که کمترین مساحت رو داره، مساحت را دارد روی سطح زمین قرار داشته باشه، خب فشار وارد بر سطح زمین ماکزیموم خواهد شد. خب بنابراین فشار ماکزیموم در صورتی است که مکعب مستطیل از وجهی که کمترین مساحت رو داره روی سطح زمین قرار داشته باشه. اما کمترین مساحت یا وجهی از مکعب مستطیل که کمترین مساحت رو داره، این وجه، خب این میشه 4، این هم میشه 3. بنابراین مساحت این وجه به دست میاد 4 سانتی متر ضرب در 3 سانتی متر. خب این وجه میشه 4 سانتی متر ضرب در 3 سانتی متر مساحت این مستطیل میشه. خب مساحت این مستطیل میشه طول ضرب در عرض، میشه 12 سانتی متر مربع. خب باید سانتی متر مربع رو حتما به متر مربع تبدیل کنیم، در این صورت فشار پاسکال به دست میاد، خب میشه 12 سانتی متر، هم که میشه 10 به توان منفی 2 متر، خب به توان 2 هم میرسه. خب 12 ضرب در، خب اینجا 10 به توان منفی 2 به توان 2 میشه 10 به توان منفی 4، این هم میشه متر مربع. خب ببینید برای اینکه عددی که بر حسب سانتی متر مربع داده شده به متر مربع تبدیل کنیم، باید این عدد رو ضرب در 10 به توان منفی 4 کنیم. خب اعداد رو در رابطه داده شده یا رابطه‌ای که نوشتم جایگذاری میکنم، میشه
M جرم مکعب میشه 25 ضرب در G میشه 10 مساحت مینیموم میشه 12 ضرب در 10 به توان منفی 4 خب این هم میشه 250 تقسیم بر 12 ضرب در 10 به توان مثبت 4 خب 250 را تقسیم بر 12 میکنیم 250 تقسیم بر 12 خب میشه 20 ممیز 833 هزارم 20 ممیز 833 هزارمه ضرب در 10 به توان مثبت 4 پاسکال میشه خب این فشار بیشینه ماست اما قسمت بی گفته در چه شرایطی این مکعب مستطیل کمترین فشار رو بر سطح زمین وارد میکنه خب گفتیم در اینجا نیرویی که مکعب مستطیل بر سطح زمین وارد میکنه میشه mg برابر وزن میشه و وزن ثابته خب در صورتی که مکعب مستطیل از وجهی که بیشترین مساحت رو داره روی سطح زمین قرار داشته باشه یعنی a ماکزیموم باشه فشار مینیموم میشه خب بنابراین در صورتی که مکعب مستطیل در صورتی که مکعب مستطیل از وجهی که بیشترین مساحت رو داره روی سطح زمین قرار داشته باشه روی سطح زمین قرار داشته باشه کمترین فشار را بر سطح زمین وارد میکنه خب بنابراین فشار مینیمم از این رابطه به دست میاد برابر با mg بر A ماکسیموم اما مساحت ماکسیموم مساحت این مستطیل میشه خب میشه طول ضرب در عرض یعنی 5 سانتی متر ضرب در 4 سانتی متر خب مساحت ماکسیموم من اینجا بنویسم A ماکسیموم میشه 5 سانتی متر در 4 سانتی متر میشه 20 سانتی متر مربع میشه 20 ضرب در 10 به توان منفی 4 متر مربع خب در رابطه مون یعنی در رابطه فشار مینیمم اعداد و جای گذاری میکنم خب جرم ما میشه 25 کیلوگرم شتاب گرانشی زمین میشه 10 خب مساحت ماکسیموم هم که شد 20 ضرب در 10 به توان منفی 4 خب این صفر با این صفر میره یا 10 تقسیم بر 10 میشه 1 20 تقسیم بر 10 میشه 2 25 تقسیم بر 2 میشه 12.5 ضرب در 10 به توان منفی 4 میره بالا میشه مثبت 4 بنابراین کمترین فشاری که این مکعب مستطیل بر سطح زمین وارد میکنه هم به دست اومد. دوستان مسئله بعدی ما میگه پاسکال یکای فشار در SI معادل با کدام است؟ خب کنکور آزمایشی سازمان سنجش بودی سال 91 خب گزینه ها رو هم که داره خب یکای فشار در SI پاسکاله یک پاسکال که برابر با یک نیوتن بر متر مربع میشه خب اما نیوتن از این رابطه میتونیم معادلش رو به دست بیاریم قانون دوم نیوتن میگه برآیند نیروهای وارد بر یک جسم برابر است با جرم جسم ضرب در شتاب جسم خب از این رابطه ما میتونیم معادل نیوتن
یکای نیرو در SIO به دست بیاریم. خب جل میشه کیلوگرم در SI، شتاب هم که میشه متر بر مجذور ثانیه، بنابراین واحد نیرو در SI که میشه کیلوگرم متر بر مجذور ثانیه که برابر یک نیوتونه، یعنی یک نیوتون برابر با یک کیلوگرم متر بر مجذور ثانیه. خب در رابطه بالا به جای نیوتون معادلش رو قرار میدیم، میشه یک کیلوگرم متر بر مجذور ثانیه، خب تقسیم بر متر مربع هم که میشه، خب دور در دور، نزدیک در نزدیک میشه. خب در نتیجه داریم که کیلوگرم متر خب ضرب یک میشه، تقسیم بر متر به توان دو، ثانیه به توان دو. خب در اینجا متر با یکی از این مترها ساده میشه، این متر ضرب متره، خب میشه متر. خب یک پاسکال برابر میشه با یک کیلوگرم بر متر مجذور ثانیه. خب گزینه سوم میشه. اما مسئله بعدی ما میگه یک مکعب مستطیل از فلزی به چگالی 3000 کیلوگرم بر متر مکعب ارتفاعی برابر 2 متر داره. بنابراین خلاصه مسئله ما میشه، خب چگالی مکعب مستطیل برابر 3000 کیلوگرم بر متر مکعب، یعنی یک متر مکعب از این فلز جرمی برابر 3000 کیلوگرم داره. خب ارتفاع این مکعب مستطیل برابر 2 متر، خب ارتفاع با h نشون میدیم میشه 2 متر و قاعده آن مربعی به ضلع نیم متر. خب اگر مکعب مستطیل رو رسم کنم، خب قاعده آن یه مربع به ضلع نیم متر، یعنی مکعب مستطیل ما به این شکله، این میشه نیم متر، این هم نیم متر و ارتفاع آن 2 متر میشه. خب الف میگه جرم و وزن آن را حساب کنید. جرم آن چند کیلوگرم میشه و وزن این مکعب مستطیل میشه چند نیوتن. خب قسمت B میگه فشار مکعب مستطیل بر سطحی که روی آن قرار داره چقدره. خب اگر مکعب مستطیل رو بدین صورت روی سطح زمین قرار بدیم، چه فشاری رو بر سطح وارد میکنه؟ خب میگه فشار ناشی از این مکعب مستطیل بر سطح زمین برابر چند پاسکاله. خب اگر هم لازم شد شتاب گرانشی زمین رو برابر 10 نیوتن بر کیلوگرم فرض کنیم. خب ببینید در اینجا چگالی رو داره، خب جرم رو میخواد. خب اگر رابطه چگالی رو بنویسیم، چگالی جسم برابر با جرم جسم تقسیم بر حجم جسم. خب در این رابطه سه کمیت داریم، برای اینکه جرم رو به دست بیاریم باید دو کمیت چگالی و حجم معلوم باشن. خب چگالی رو که داریم، اما حجم مکعب مستطیل، خب حجم مکعب مستطیل برابره با طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع میشه. این میشه حجم مکعب مستطیل. خب اما در اینجا طول و عرض مکعب مستطیل با هم دیگه برابره، بنابراین بی برابره با، خب طول و عرض با هم دیگه برابرن، طول میشه نیم متر، عرض هم نیم متر میشه، خب ارتفاع آن هم 2 متر میشه. خب این میشه 2 ضرب در نیم میشه 1، میشه نیم متر مکعب.
خب حجبه مکعب مستطیل مشک. خب میتونیم به صورت نمادگذاری این عدد رو هم بنویسیم، میشه 5 ضرب در 10 به توان منفی 1 متر مکعب. خب در رابطه چگالی حجم و چگالی رو قرار میدیم. خب چگالی ما که بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب، حجم بر حسب متر مکعب جای گذاری میشه، بنابراین جرم بر حسب کیلوگرم به دست میاد. در نتیجه خب رو میشه 3000 کیلوگرم بر متر مکعب. جرم رو که نداریم مجبور مسئله است و حجم ما میشه 5 ضرب در 10 به توان منفی 1. خب طرفین و وسط این رابطه میشه M برابر با 3000 ضرب در 5 ضرب در 10 به توان منفی 1. در نتیجه جرم میشه خب 10 به توان منفی 1 با یک صفر حذف میشه، خب 300 ضرب در 5 میشه، خب میشه 15500 کیلوگرم. خب جرم مکعب مستطیل به دست اومد، بنابراین وزن مکعب مستطیل برابر با ام ضرب در جی، رابطه بین وزن جسم و جرم جسم. خب در اینجا جرم جسم میشه 1500 کیلوگرم، جی هم میشه 10 نیوتن بر کیلوگرم، خب میشه 15000 نیوتن نیرویی که از طرف مرکز زمین به این مکعب وارد میشه. خب اما قسمت بی، قسمت بی میگه فشاری که مکعب مستطیل در این حالت بر سطح زمین وارد میکنه را به دست بیارید. خب پی برابر با بزرگی نیرویی که این مکعب مستطیل بر سطح وارد میکنه تقسیم بر مساحتی از سطح که این نیرو بهش وارد میشه. خب نیرویی که مکعب مستطیل به سطح وارد میکنه برابر وزن که میشه mg، خب تقسیم بر a میشه. اما مساحتی از سطح که بهش نیرو وارد میشه برابر مساحتی مربع میشه. خب مساحتی مربع هم میشه a به توان 2، یعنی طول حذف به توان 2 میشه نیم متر به توان 2، میشه 25 صدم متر مربع. خب در رابطه فشار اعداد جایگذاری میکنیم، جرم ما شد 1500 کیلوگرم، شتاب گرانشی زمین هم که شد 10 نیوتن بر کیلوگرم و مساحتی که بهش نیرو وارد میشه 25 صدم که میشه 25 ضرب در 10 به توان منفی 2 متر مربع میشه. خب میشه 25 ضرب در 10 به توان منفی 2. خب در اینجا 15 25 میشه، در بالا میشه 10 به توان مثبت 3 و در پایینم اگر 10 به توان منفی 2 رو ببریم بالا میشه 10 به توان مثبت 2. خب 15 با 5 ساده میشه، میشه 3 و 25 تقسیم بر 5 هم میشه 5، 3 پنجم یا 6 دهم میشه، درسته؟ میشه 6 دهم ضرب در 10 به توان مثبت 5. خب نتیجتاً فشار برابر با 6 ضرب در 10 به توان منفی 1 ضرب در 10 به توان مثبت 5 پاسکال. خب اینجا هم شد پاسکال. خب فشار برابر با 6 ضرب در 10 به توان مثبت 4 پاسکال. خب فشار ما شد پی برابر شد با 60000 پاسکال که برابر با 60000 نیوتن بر متر مربع. یعنی این مکعب مستطیل بر هر متر مربع از سطح زیرش نیروی
به اندازه 60,000 نیوتن به صورت عمودی وارد میکنه. خب اما مسئله بعدی ما میگه یک ستون استوانه‌ای توپر سنگی به چگالی 2.5 گرم بر سانتی متر مکعب و ارتفاع 8 متر را در نظر بگیرید. میگه یک ستون استوانه‌ای شکل سنگی، خب مثل این کوتی میشه، اینا شکل استوانه داره. خب چگالی این استوانه سنگی برابر با رو مساوی با 2.5 گرم بر سانتی متر مکعب میشه. خب این هم خلاصه مسئله ما میشه. خب و ارتفاع 8 متر را در نظر بگیرید. ارتفاع استوانه میشه 8 متر. خب من در اینجا این استوانه را رسم می کنم، تقریبا به نشیده میشه. خب ارتفاع استوانه ما که از سنگ ساخته شده و توپره میشه 8 متر. خب چگالی هم که داده شده. این ستون چه فشاری بر سطح افقی، یعنی سطح زیرش وارد میکنه؟ پی برابر با چند پاسکال میشه؟ خب جی برابر 10 نیوتن بر کیلوگرم فرض کنید. خب فشاری که این ستون بر سطح زمین وارد میکنه رو گفته به دست بیارید. خب فشار از این رابطه به دست میاد، پی برابر با اف تقسیم بر ای، بزرگی نیرویی که به صورت عمودی توسط این ستون سنگی به سطح زیرش وارد میشه تقسیم بر مساحتی از سطح زمین که این نیرو بهش وارد میشه که برابر مساحت قابل این استوانه است. خب F نیرویی که این استوانه یا این ستون سنگی به سطح زیرش وارد میکنه برابر وزنشه که میشه MG تقسیم بر A میشه. خب در اینجا ببینیم امو داریم، خب امو نداریم، جیو هم که داده اما مساحتو باسم مساحتو نداده. خب در اینجا ابتدا باید چگالی رو به کیلوگرم بر متر مکعب تبدیل کنیم. خب چگالی ما میشه 2.5 گرم بر سانتی متر مکعب. برای تبدیل گرم بر سانتی متر مکعب به کیلوگرم بر متر مکعب باید عدد داده شده بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب رو ضرب 10 به توان مثبت 3 یا 1000 کنیم. خب میشه کیلوگرم بر متر مکعب. خب اما در اینجا جرم ما از چه رابطه ای به دست میاد؟ خب جرم ما از رابطه چگالی به دست میاد. چگالی به این ستون میشه جرم این ستون تقسیم بر حجم این ستون. در نتیجه جرم میتونیم از این رابطه به دست بیاریم، میشه رو ضرب در وی. این جرم برابر است با اگر طرف این وسط این بشه این رابطه، جرم میشه رو وی. خب چگالی رو داریم اما حجم رو نداریم، بنابراین حجم استوانه هم که برابر با مساحت قاعده، این مساحت این دایره میشه ضرب در ارتفاع. خب در رابطه بالا حجم رو جایگذاری میکنیم، یعنی جرم ما برابر با رو ضرب در حجم ما هم که میشه A ضرب در H. خب این جرم ما شد. خب این اگر رابطه یک باشه، این هم رابطه دو. از رابطه یک و دو میتونیم نتیجه بگیریم که فشاری که این استوانه بر سطح زمین وارد میکنه برابر با MG تقسیم بر A که در اینجا باید جرم رو جایگذاری کنیم، یعنی معادل جرم میشه رو AH باید در این رابطه جایگذاری بشه، این در این رابطه
فشار برابره با جر میشه رو ای زر در اچ. خب جی هم که می نویسیم اینجا تقسیم بر ای میشه. خب خیلی راحت ای با ای حذف میشه، یعنی مساحت قاعده استوانه حذف میشه و در نتیجه فشاری که این ستون بر سطح زیرش وارد میکنه میشه رو جی اچ. خب این رابطه یه سوم ما به دست اومد. خب این رابطه در این رابطه اعدادی و کلالی جای گذاری میکنیم. اما رو حتما باید کیلوگرم بر متر مکعب باشه و اچ هم حتما باید بر حسب متر باشه. خب رو میشه 2.5 ضرب در 10 به توان مثبت 3 کیلوگرم بر متر مکعب، ضرب در جی هم که میشه 10. خب اچ هم که 8 میشه. خب میشه 8 ضرب در 2.5 میشه 20 ضرب در 10 به توان مثبت 4 پاسکال میشه، یا 2 ضرب در 10 به توان مثبت 5 پاسکال میشه، میشه 200,000 پاسکال.